اما برگردیم به موضوع زیر ذره بینمون، استارلینگ با مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار تکنولوژیک از رژاینای کانادا با ما همراه میشه. آقای سارمیفر، این قائم به فرد بودن استارلینگ نگرانی ها رو زیاد میکنه، ولی اگه بخوایم راجع به کشورها و دولت های مثل ایران صحبت کنیم، مثل سوریه، مثل چین صحبت بکنیم، یه خورده نگرانی ها بیشتر هم میشه با توجه به تهدیدایی که میتونن متوجه شخص ایلان ماسک بکنن. بله، تو همین گزارشی که از نیویورک تایمز فرمودین منتشر شده امروز، در این مورد مفصل نوشته شده، به خصوص اخلاق شخصی ایلان ماسک نمیگذاری در رسالش، چون اینجا الان مونوپول در دست این شرکته و به نظر میرسه با توجه به روندی که آمازون داره و وان وب داره، ما تا دو سه سال آینده حداقل همین وضعیت رو داریم. یعنی ایلان ماسک حاکم مدار پایینه و اینترنت ماهواره‌ای توسط اون ارائه میشه، البته اینترنت ماهواره‌ای در مدار پایین دیگه، و هیچ کسی هم رقیب جدی اون نیست و اخلاقش هم بالا پایین میشه. یعنی در ابتدای جنگ خیلی کمک کرد، کلا به جنگ اوکراین خیلی کمک کرد، اما وقتی صحبت میشه طرح صلح رو میذاره روی زمین که در حقیقت پیشنهاد میده قسمت شرق اوکراین رو به روسیه واگذار بکنن، که این موجب خشم مقامات اوکراین شده. در مورد تایوان هم همینطوره، یعنی رابطه نزدیک وجود گیگا فکتوری در چین به احتمال اینکه این با چین همکاری بکنه خیلی بیشتر دامن زده. الان چندین بار که خواسته در مسئله اوکراین خلاف جریان شنا بکنه، وزارت دفاع آمریکا جلوشو گرفته یا حداقل اون منابع مالیشو تامین کرده تا مدتی ساکت باشه. بنابراین این قائم به فرد بودن معضله، نه فقط انحصار. اما اگر بخوایم وضعیت استارلینگ در ایران رو هم در همین فرصت کوتاه یک نگاهی بهش داشته باشیم، از اون صد استارلینگ که در ایران فعال بود الان چه شرایطی رو میدونیم، دارن اطلاعاتی داریم ازش؟ بله به نظر میشه که دستگاه‌های بیشتری وارد ایران شده، حالا خیلی کمتر از 1000 دستگاه، ولی همین حدود 700 دستگاه وارد ایران شده و ایلان ماسک اجازه داده که این ارتباطات لیزری برقرار بشه، بعضی از این ماهواره‌ها بتونن ایران رو پوشش بدن. بنابراین اطلاعات موثقی ما داریم که در ایران آنتن‌دهی وجود داره، ولی پرداخت باید توسط کسی در خارج از ایران برای اون دستگاه انجام بشه. بقیه مشکلات در داخل ایران موقتاً رفع دارن، ولی توجه کنید که این یک امر موقت. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رژاینا، ممنونم از شما.